با درود بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا، من سیروس مشکی وکیل دادگستری خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان گرامی باشم. همان گونه که می‌دانید این برنامه روزهای پنج شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا پخش می شود و بازپخش اون هم در روزها و ساعت دیگر به نظرتون می رسه. برنامه در جستجوی عدالت اختصاص داره به مباحث حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و تاریخی. من پیشاپیش میخواستم تشکر کنم از بعضی از بینندگان عزیز که از طریق ایمیل با بنده تماس گرفتن و اظهار محبت کردن نسبت به محتویات این برنامه و بعضی از دوستان هم نظراتی داشتن، از جمله 3 یا 4 نفر از بینندگان گرامی خواسته بودند که در مورد آخرین تحولات مسائل حقوقی امریکا و به ویژه وضع مهاجرت و مهاجرین در امریکا مسائلی رو عرض کنم. انشاءالله از هفته یا هفته‌های آینده در این زمینه آخرین تحولات حقوقی رو به عرضتون خواهم رسون در هر برنامه. اما امروز میخواستم در دنباله گفتار جلسات پیشین که در مورد حقوق و احترامات انسانی و حقوق و آزادی‌های فردی صحبت میکردیم و تاریخچه مشروطیت و مشکلات دموکراسی رو مورد بحث و گفتگو قرار داده بودم و در جای به جای در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت کردم، امروز میخواستم که مستقیما این اعلامیه رو راجبش صحبت کنم و مفاد اون رو به نظر بینندگان گرامی برسونم، برای اینکه ما همیشه شنیده ایم راجب اعلامیه حقوق بشر ولی کمتر متن کامل و دقیق اون رو دیده یا خوانده ایم و بنابراین به نظر من جای ضرورت هست که دوستان آشنا بشن با اینکه این اعلامیه‌ای که چنین با احترام از او یاد میشه و پایه و بنیان حقوق اساسی و آزادی‌های اصلی مردم شناخته شده در همه جای دنیا چیست و چه میگوید. برای اینکه همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودم در اکادمی های حقوق دنیا اعتقاد بر این است که حقوق اساسی هر کشور که سند اصلی اون قانون اساسی اون کشوره باید اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان پایه و حداقل به اصطلاح قدر متیقن بشناسه و از اونجا شروع بکنه. به عبارت دیگه قوانین اساسی کشورهای دنیا باید نه تنها اونچه را که در اعلامیه حقوق جهانی بشر ذکر شده داشته باشن و حرمت بگذارن، بلکه از او هم فراتر برن و حقوق و آزادی‌های بیشتری رو برای مردم سرزمین خودشون فراهم کنن. بنابراین لازم است که بدانیم که این اعلامیه چه میگوید، چه میخواهد و چگونه است که قوانین اساسی بعضی از کشورها متاسفانه با وجود اینکه اون کشور و اون دولت ظاهرا پذیرفته اعلامیه حقوق بشر رو و به اون ملحق شده، محاضا در عمل قوانین اساسی وضع میشود در گوشه و کنار دنیا که بسی عقب افتاده تر و بسی به قهقرا گام برداشته. اعلامیه جهانی حقوق بشر در 30 ماده یا 30 اصل تهیه شده است که بنده امروز خدمتتون میگم، ولی قبل از اینکه اصول اعلامیه رو اشاره کنیم باید عرض کنم که یک دیباچه‌ای بر این اعلامیه نویسندگان آن نوشتند که یکی از فاخرترین متون ادبی و حقوقی جهانه و به طور کلی اهل فن معتقدند که اعلامیه حقوق جهانی بشر، اعلامیه حقوق جهانی در واقع یک سندی افتخار آفرین برای نشان دادن پیشرفت و تحول و تکامل فکر و اندیشه بشر هست. یعنی این شاید زیباترین و والاترین نمونه کمال اندیشه بشری باشه. مقدمه اعلامیه حقوق بشر چنین آغاز میشه: از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری
و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؟ از آنجا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته است و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند عالی ترین آرزوی بشر اعلام شده است؟ از آنجا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؟ از آنجا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق گردد؟ و از آنجا که مردمان ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کردند که به پیشرفت اجتماع یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؟ از آنجا که دولت‌های عضو متعهد شدند که رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل تضمین نمایند؟ از آنجا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ملی و بین المللی شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آنها را چه در میان خود، چه در میان خود مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آنها هستند تأمین کنند. این دیباچه و مقدمه فوق‌العاده فاخر و شیوای اعلامیه حقوق بشر. بعد از اون اصول این اعلامیه اعلام می‌شود که اصل اول می‌گوید تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند، همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند. ماده دو، هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. ملاحظه میکنید بر اساس اصل دوم هیچ تفاوتی از لحاظ حقوق و آزادی‌های فردی بین افراد، نه از لحاظ عقیده سیاسی، نه مذهبی، نه رنگ، ثروت، محل تولد، هیچ گونه تفاوتی نباید وجود داشته باشه. رژیم‌هایی که بر اساس اولیگارشی یا تفوق و چیرگی یک گروه خاص بر سایر گروه یا فضیلت یک گروه بر سایر گروه یا برتری کسانی که مثلا در فلان حوزه درس خواندن و فلان تعلیمات رو گرفتن بر سایر افراد که بتوانند برای اونها تعیین تکلیف بکنند یا بقیه مکلفن که از اونها تقلید بکنند، همه اینها بر طبق اعلامیه حقوق بشر مردوده. ماده دو اضافه میکنه به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل تحت قیمومت یا غیر خودمختار باشد یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. بنابراین اتباع حتی کشورهایی که مستعمره هستند هم همچنان
از تمام حقوق و آزادی های همه افراد بشر بدون هیچ گونه استثنا باید بهره مند بشن. ماده 3 میگوید هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بنابراین سه حق اساسی که در اعلامیه حقوق بشر شناخته شده، حق زندگی است، یعنی جان افراد رو نمی شود همینطوری به اراده یا ابتکار یا خواسته گروه یا گروه‌هایی سلب کرد، آزادی افراد رو نمیشه بی جهت سلب کرد و همچنین امنیت شخصی افراد رو نمیشه گروهی حکومتگر یا پاسدار یا پلیس یا نیروی بسیج یا امثال اون بخواهند هر گونه که مایل باشند به حریم شخصی افراد وارد بشن، تصمیم بگیرند که تو چرا این گونه زندگی میکنی، چرا این گونه فکر میکنی، چرا این گونه لباس میپوشی، چرا این گونه رفتار میکنی در اجتماع، یا چرا این شغلو داری، یا چرا این حرف رو زدی. آزادی، امنیت و زندگی افراد قطع نظر این که اهل کجا باشن، چه عقیده، چه مذهب، چه وضع مالی یا غیر داشته باشند، محترم باید شمرده بشه. به یک ترانه توجه بفرمایید. باز میگردم به دنباله بحثمون راجع به اعلامیه حقوق بشر ادامه خواهم داد. Thank you.
باز میگردیم به دنباله صحبت در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر. عرض میکردم که به نظر آگاهان بزرگترین سند تحول و تکامل اندیشه بشری است و زیباترین و جامعترین متن حقوقی و ادبی است که ما داریم و قوانین اساسی همه کشورهای دنیا فرض بر این است که اعلامیه جهانی رو به عنوان حداقل و به اصطلاح مقدمه حقوق و آزادی ها بشناسند و اگر که برای مردم جامعه خودشون حق و حقوقی قائل هستند فراتر از این برود، نه اینکه به گامی به عقب بردارد و اینها رو محدود کنه. همطور که عرض کردم اعلامیه جهانی حقوق بشر با یک مقدمه بسیار فاخر شروع می شود و بعد حاوی 30 اصل، اصل اول و دوم و سوم رو براتون رسوندم که حقوق اصلی همه انسان ها در همه جهان رو به عنوان حق زندگی، آزادی و امنیت تضمین کرده و شناخته. در اصل چهارم میگوید هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت، بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. ماده پنج هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات و رفتارهای ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. متاسفانه این اصل همونطور که میدونین در بسیاری از کشورهای دنیا امروزه به هیچ وجه رعایت نمیشه. بنده امروز پیش از اینکه بیام به استودیو داشتم ماجرای زندگی یکی از موکلینم رو آماده میکردم برای دادگاه و ایشون خانومی هستن که همسرشون رو برده بودن به زندان. بعد از اینکه 4 سال در زندان در ایران بودن به ایشون اطلاع میدن که باید مبلغ متنابهی بدی تا ما قرار آزاد بشه. این حالا نمیدونم اگه کسی قرار آزاد بشه بعد از گذروندن زندانش چرا باید پول بدن، ولی به هر حال ایشون با هر گرفتاری که بوده اون مبلغ رو فراهم میکنه و به مامورین میدهد و 4 ماه بعد به او خبر میدن که همسرش رو اعدام کردند و اون پولی هم که گرفتن بابت هزینه گلوله ها و انجام اعدام بوده. این مجازات های این گونه رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز در این حال همون چیزی است که ماده 5 اصل 5 اعلامیه حقوق بشر سعی کرده در مقابلش قد علم بکنه. اصل 6 میگوید هر کس حق دارد که شخصیت حقوقیش در همه جا به رسمیت شناخته شود. به عبارت دیگه افراد اگر که واجد شخصیتی شدند یا اموالی دارند یا موقعیتی در اجتماع خودشون دارند، هر جای دیگر در دنیا که برن میتونن اون احترامات رو داشته باشن و حفظ بشود موقعیتشون. ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند به هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد بر ضد تحریکی که برای چنان تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند. و این به همین دلیلی است که مبنای کنوانسیون وین شده این اصل که کشورهایی که به کنوانسیون وین پیوستند اعلام کردند افرادی که در کشور خودشون محل ظلم و تحقیر و شکنجه قرار میگیرند اگر بیان از یکی از این کشورهای عضو کنوانسیون تقاضای پناهندگی کنند، اونها به اینها پناهندگی میدند و سرپناه میدند و چتر حمایتی خودشون رو بر سرشون میگسترند و در این حال بر طبق همون کنوانسیون هیچ کدوم از اون کشورها حق نداره این فرد رو دوباره برگردونه به کشور خودش که از او فرار کرده. ماده 8 میگوید در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد تجاوز کند، حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته، هر شخصی حق به مراجعه مؤثر به دادگاه‌های صالح را دارد. خب دادگاه ها اصولاً برای این تعبیه شدن در نظام های حقوقی کشورها که به داد دل مردم برسند و مرجع تظلماتشون باشند. اگر در یک کشوری دادگاه ها یک عده رو نپذیرن، یک عده به دلیل رنگ و قیافه و وضع مالی و
عقیده سیاسی یا عقیده مذهبی محروم باشن از مراجعه به اون دادگاه، یا اون دادگاه نپذیره دعاوی اونها رو و رد بکنه، طبیعتا دادگاه اثر خودش رو از دست داده. از طرف دیگه این اصل به طور ضمنی لازم میارد که دادگاه ها و قوه قضاییه مستقل باشه از قوه اجراییه. اگر که دادگاه ها بخوان تحت تأثیر حکومت و حاکمان باشند، یا قضات اونها رو حاکمان انتخاب کنن، حقوقشون رو بدن و هر وقت بخوان اونها رو تحت فشار و تحت اعمال نفوذ قرار بدن، ملاحظه میکنید که هیچ دادگاهی اون ارزش و اون شخصیتی رو که باید داشته باشه نداره. در یک مثالی مایلم بزنم که در مثلا امریکا بر طبق قوانین امریکا یک سیستمی پیش بینی شده به نام ریت آف مندیمس، که اگر فردی از حکومت یا از دستگاه های اداری شکایت داره یا پروندهش رو انجام نمیدن یا بهش ظلم میکنن یا تأخیر میکنن در رسیدگی به کار او، این حق داره به دادگاه فدرال امریکا دادخواستی بدهد و اجبار اون دستگاه دولتی رو به انجام وظیفه‌اش خواستار بشود. همین اخیراً به دلیل اینکه مسئله پناهندگی در امریکا مثل بعضی از کشورهای اروپایی دیگه خیلی مواجه با بحران شده، به دلیل اینکه جماعت زیادی مرتب میان و تقاضای پناهندگی میکنن، همین امروز که من با شما صحبت میکنم در امریکا دادگاه‌های اداره مهاجرت بیش از 450 هزار پرونده پناهجویان در انتظار رسیدگی است و پیش بینی می شود که با این افزایش حیرت انگیزی که تعداد پناهجویان در امریکا پیدا کرده، رسیدگی به پرونده های متقاضیان پناهندگی در دادگاه های مهاجرت تا سال 2019 حتی طول بکشه، یعنی تا 4 سال دیگه. بنابراین یکی از راه‌هایی که در همین نظام حقوقی پیش بینی شده و ما بسیار از او استفاده می‌کنیم، پرونده کسانی که متقاضی پناهندگی هستند و پرونده‌شون در اداره پناهندگی در اداره مهاجرت خوابیده و منتظر نوبت هست و اینها به دلیلی عجله دارن که این کارشون انجام بشه، ما از همون ریت آف مندیمس استفاده می‌کنیم علیه اداره مهاجرت و دولت امریکا در دادگاه فدرال امریکا طرح دعوا می‌کنیم که دادگاه فدرال دستور میده، قاضی فدرال دستور میده به دستگاه دیگر دولت فدرال یعنی اداره مهاجرت که باید این پرونده رو زودتر به جریان بندازید و بنازید. بنابراین ملاحظه میکنید که سیستم امریکا با وجود احتمالا اشکالاتی که حتما داره و به قول خودشون میگن که نظام قضایی امریکا بسیار نظام ناقص و دچار مشکلات هست، ولی با این حال از سایر نظام‌های موجود در دنیا بهتره. بنابراین پیش‌بینی شده است و این همین اصلی است که در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر ذکر شده است که افراد می‌توانند برای اجرا و به رسمیت شناختن حقوقی که دارند به دادگاه‌های صالح مراجعه کنند و اجبار و الزام اون دستگاه دولتی رو به رعایت حق و حقوق اونها بخوان. ماده 9 میگوید هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. ببینید در ایران ما بعد از انقلاب چقدر توقیف و حبس خودسرانه دیده می شود. هر روز بنده ناظر مراجعه کسانی هستم که تعریف می کنند که در ایران به صرف این که یک ذره خانم هایی که روسریشون کنار رفته بوده یا آقایونی که آستینشون به این ترتیب بوده یا صدای موزیکشون بلند بوده یا آدامس می جویدن یا در پارک با کسی راه می رفتند توسط پاسداری که خوشش نیامده دستگیر شدن و هزار جور گرفتاری و جریمه و مشکلات پیدا کردن. ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر برای مبارزه با این گونه درندگی ها و سبائیت ها انشا شده. اصل 10 میگوید هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش را در دادگاهی مستقل و بی طرف منصفانه و علنی رسیدگی شود
و چنان دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد تصمیم بگیرد. در مورد لزوم استقلال قوه قضاییه و لزوم استقلال قضات اشاره کردم و میگذارم. اصل 11 اعلامیه حقوق بشر میگوید هر شخصی که به جرم یا جنایتی متهم شده باشد بیگناه محسوب میشود تا هنگامی که در جریان محاکمه علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد مجرم بودن او محرز گردد. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. یعنی اصل اکسپوست دو فکتو که بیان بگن آقا شما فلان کار ممنوعه، بعد شما رو بگیرن به خاطر اینکه 2 سال پیش اون کار کردید، آقا این تازه این قانون گذشته و این عمل ممنوع شده، چگونه می شود من رو به خاطر جرمی که بعد از انجام عمل صفت مجرمانه پیدا کرده دستگیر کرد؟ همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد. بنده داشتم می خوندم پیروز آقای رئیس گروه عرفان حلقه رو که 5 سال زندان محکوم کردن و رفته ایشون در اواخری که داره 5 سالش تموم میشه گفتن خب حالا به اعدام محکوم میشه. و شما ملاحظه کنید که اگر در جامعه امنیت قضایی وجود نداشته باشه افراد خودسر و گروه های خودسر می توانند به هر طریقی که بخواهند هر بلایی سر افراد بیارند. تا هفته آینده که به دنبال این بحث خواهم پرداخت شما رو به پروردگار بزرگ می سپارم. روز و روزگار خوش. به من گفتی که دل دریا کنه دوست، همه دریا از آن ما کنه دوست، دلم دریا شو دادم به دستت، مکش دریا خون پروا کنه دوست، مکش دریا